طرز تهیه مارسیپن. مارسیپن یک نوع خمیر بادومی تزئینیه. تفاوت خمیر بادوم که ما در شنی مثل توت ازش استفاده میکنیم و خمیر مارسیپن استحکام اونها هستش. خمیر بادوم کمی نرمه ولی خمیر مارسیپن مستحکمتر، خوشتمتر و جهت تزئین در انواع شیرینی‌جات یا حتی میتونیم به جای خمیر فوندانت برای پوشوندن سطح کیک و یا جهت استفاده در میون انواع شکلات هاست. جالب اینجاست که این خمیر رو میتونیم به مدت یک ماه در یخچال و 6 ماه در فریزر نگه داریم. ولی قبل از استفاده اون رو از یخچال خارج کنید تا به دمای محیط برسه. ابتدا 200 گرم شکر و 60 میلی گرم یا 1/3 پیمانه اندازه گیری عسل رو توی قابلمه تمیز می‌ریزیم و 2 قاشق سوپخوری آب بهش اضافه می‌کنیم. کمی هم می‌زنیم و می‌ذاریم تا شکر کاملا حل بشه. به دلیل وجود همین عسل هست که این خمیر رو میتونیم به مدت زیاد نگه داریم که خراب نشه. بعد مقدار 1 1/3 پیمانه یا 200 گرم آرد بادوم رو توی دستگاه غذاساز می‌ریزیم و محلول داغ شکر و عسل رو بهش اضافه می‌کنیم. من مقدار 1 قاشق سوپخوری هم اسانس بادوم بهش اضافه کردم که کاملا برای شما اختیاریه، میتونید اضافه نکنید. دستگاه غذاساز رو روشن میکنیم. مواد باید کاملا در این دستگاه مخلوط بشن تا یک خمیر چسبنده و خوبی به ما بده. بعد مواد رو از دستگاه خارج میکنیم، توی سلفون میپیچیم و دو سر سلفون رو خوب میچرخونیم تا مواد رو کاملا در خودش جا بده و مانع ورود هوا به خمیر بشه. خمیر رو به مدت 3 ساعت در دمای محیط میذاریم تا خنک و آماده تزئین بشه. بعد از 3 ساعت روکش سلفون رو باز میکنیم و خمیر رو به 2 قسمت با سایز متفاوت میکنیم. مقدار بیشتر خمیر رو رنگ قرمز خوراکی میزنیم. چون قراره که گل رز صورتی درست کنیم، مقدار رنگ سفید خوراکی هم به خمیر اضافه میکنیم تا به رنگ صورتی دلخواهمون برسیم. وقتی به رنگ صورتی دلخواهمون رسیدیم، خمیر رو توی کاغذ روغنی شیرینی پزی میپیچیم و کنار میذاریم و حالا میریم سراغ خمیر کوچیکتر که قراره برگهای گل رز رو باشون درست کنیم. مقداری رنگ خوراکی سبز اضافه میکنیم و برای اینکه رنگ سبزمون طبیعی تر و خوش رنگ تر بشه، مقداری رنگ سفید خوراکی بهش اضافه میکنیم. خمیر سبز رنگمون رو هم در کاغذ روغنی بپیچیم و کنار میذاریم. حالا نوبت درست کردن گلبرگ‌های رز هست.
خمیر رو بین دو ورقه روغنی با احتیاط باز میکنیم. این خمیر کمی چسبنده است، به همین دلیل باید بین دو ورقه روغنی باز بشه. وقتی خمیر به قطر نیم سانت رسید، با قالبی که مخصوص ساخت گل رز هست خمیر رو قالب میزنیم. بعد خمیر قالب زده شده رو کف دستامون نگه می‌داریم و یواش یواش از ابتدای خمیر رو لول می‌کنیم و می‌چرخونیم تا به انتهای خمیر برسیم. گل رز آماده است. وقتی گلای رز آماده شدن، حالا نوبت درست کردن برگای زیرین گل رز هست. مجدداً خمیر سبز رنگ رو میونه دو کاغذ روغنی باز میکنیم و وقتی خمیر به قطر نیم سانت رسید، با قالب مخصوص گل برگ سازی برگای گل رز رو در میاریم. این قالب به شکل پرسی عمل میکنه، یعنی وقتی روی خمیر قالب زدیم، انتهای سر قالب رو فشار میدیم که این کار باعث این میشه که برگ‌ها رو از قالب جدا کنه. حالا گلا آمادن برای تزیین روی انواع کیک و یا تزیین بشقاب‌های دسر. حتی این شیرینی رو جداگانه با چای یا قهوه میتونید نوش جان کنید. دوستان عزیز، ممنون از اینکه با من بودید. روز و روزگار خوشی براتون آرزو میکنم.